با مجموعه خبری ساعت ده با من یماسیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. دوده حملات طالبان در چشم ارتش پاکستان. در حمله ده مهاجم انتحاری بر یک مکتب زیر اداره ارتش پاکستان در پیشاور بیش از 140 تن کشته شدند. کودکان من در این مکتب درس می‌خواندند. صبح امروز خبر شدم که شما را از جنگجویان بر این مکتب داخل شدند و تیراندازی کردند. حکومت و ارتش عملیات نظامی در وزیرستان شمالی در برابر جنگجویان به راه انداخته است و نتایج آن خوب است. چنان که شما گواه هستید این عملیات ادامه خواهد یافت. انتخابات پر از تقلب افغانستان و خواب پریشان ناظران. هیئت ناظران اتحادیه اروپا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را برای ناظران این اتحادیه یک خواب وحشتناک خواند. زمانی که تقلب به این پیمانه بزرگ باشد نمیتوان از این انتخابات خوشنود بود و زمانی که چنین رویداد رخ میدهد برای هر ناظر میتواند خواب وحشتناکی باشد. مصرف 1,000 میلیارد دلار، اما افغانستان همچنان مکان پرخطر. رئیس جمهور آمریکا افغانستان را هنوز هم یک جای خطرناک میداند. ماموریت جنگی مانتپان، اما این به معنای این نیست که همه چیز در افغانستان خوب است. و جیمز باند پیش از آمدن به سینما به سرقت رفت. به نام خدا و شب شما بخیر. در حمله ده مهاجم انتحاری بر یک مکتب زیر اداره ارتش در پیشاور پاکستان 141 تن کشته و نزدیک به 250 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های پاکستانی میگویند که در جریان درگیری میان نظامیان پاکستان و مهاجمان 16 انفجار نیز در داخل این مکتب رخ داده است. طالبان پاکستانی مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. حمله گروهی از مهاجمان انتحاری بر یک مکتب زیر اداره ارتش پاکستان در شهر پشاور آرامش این شهر را برهم زد. این حمله کنندگان با لباس نظامی به روز سه‌شنبه در ورسک رود پشاور داخل یک مکتب شدند و شمار زیادی از دانش آموزان و آموزگاران این مکتب را گروگان گرفتند. اما با رسیدن نظامیان پاکستانی به محل رویداد درگیری آغاز شد و چرخبال‌های نظامیان پاکستانی به پرواز درآمدند و درگیری چندین ساعت بعد درازا کشید. ما دیدیم که 6 تن از دیوار بالا رفتند. فکر کردیم که شاید کودکان بازی کنند، اما پس از آن جنگ افزارهای زیادی را دیدیم و آنان بر ما تیراندازی کردند و ما به یک صنف درسی گرفتیم و در را بسته کردیم. کودکان من در این مکتب درس می‌خواندند. صبح امروز خبر شدم که شما را از جنگجویان بر این مکتب داخل شدند و تیراندازی کردند. یکی از پسران من توانست از این مکتب بیرون شود، اما یکی دیگر آن هنوز گیر مانده است. طالبان پاکستانی اعلام کردند که در واکنش به عملیات ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی بر این مکتب حمله کردند. حمله ای که نخست وزیر پاکستان و رئیس ارتش این کشور را واداشت تا به پشاور بروند. رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس ارتش و رهبران احزاب گوناگون به شمول عمران خان رئیس تحریک انصاف پاکستان این حمله طالبان را نکوهش می کنند. حکومت و ارتش عملیات نظامی در وزیرستان شمالی در برابر جنگجویان به راه انداخته است و نتایج آن خوب است. چنان که شما گواه هستید این عملیات ادامه خواهد یافت تا ما بتوانیم هراس افغانی را از کشور ما نابود بسازیم. همچنان ما با حکومت افغانستان در تماس هستیم تا در برابر هراس افغانی متحدانه پیکار نماییم. رئیس جمهور پاکستان تاکید می‌ورزد که چنین حمله‌ها نمی‌توانند روحیه ملت پاکستان را ضعیف سازند. ممنون حسین می‌گوید که عملیات ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی ادامه خواهد یافت. سخنگوی یونیسف یا صندوق حمایت سازمان ملل متحد از کودکان در پاکستان این حمله را در پشاور غم‌انگیز می‌داند. یونیسف تمامی حمله ها که به کودکان و دانش آموزان آسیب می رسانند را محکوم می کند. این حمله ها در مخالفت با اصول اساسی بشریت است و برای ما پذیرفتنی نیست. در همین حال رئیس جمهور غنی این حمله را بر کودکان بیگناه نیز نکوهش می کند و می گوید که این کار به گونه کامل یک عمل غیر اسلامی و غیر انسانی است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور با نکوهش این حمله می گوید که این حمله بار دیگر نشان داد که افغانستان و پاکستان قربانی حمله های هراس افغانانه هستند و استفاده ابزاری از هراس افغانی به سود هیچ کس نیست و نیاز است تا پیکار راستین با این پدیده شود.
نخست وزیر هند نیز با محکوم کردن این حمله با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی می کند. در پاکستان 146 مکتب وجود دارد که در آنها کودکان کارمندان بخش های امنیتی و نظامی پاکستان مشغول آموزش هستند. جواد همدانی استاد دانشگاه از اسلام آباد پاکستان با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای همدانی. واقعا حمله به مدرسه متعلق به ارتش با این مقیاس نشان دهنده چی است؟ خب طبیعتا نتیجه خیلی واضح این است که تاکنون عملیاتی که در ضد گروه های تروریستی و نیروهای جون طالبان و همفکرانش انجام می داد ارتش پاکستان تاکنون به اون معنا نتیجه نداشت و نیاز بر این هست که نسبت به مبارزه علیه تروریسم نه فقط پاکستان بلکه نیروهای بین المللی هم در کنار هم بیاین و تا بتونیم از این مسئله ما بیرون بیاییم و الا کار بسیار بسیار پیچیده عمیق و سخت‌تر خواهد شد. ولی خود نخست وزیر نواز شریف شنیدین که گفتن که عملیات موفقانه بوده در وزیرستان شمالی و نتیجه داشته. بله درست است، منتها عملیات نظامی یک جنبه از قضیه است. در 30-40 سال اخیر نراتیو کشور ما آنچنان که بود، وضعیت منطقه چنان اقتضاهایی که میکرد و شرایط پاکستان، افغانستان، روابط پاکستان، هند، بعد دوباره روابط پاکستان با کشورهای دیگر، همه این چیزها رو شما اگه در نظر بگیرید، عملیات نظامی یک بخش کوچکی از اون قضیه رو تشکیل میده، در حالی که مسئله بسیار گسترده تر، پیچیده تر و حتی در سطح نظام، در سطح نظام آموزشی پرورش ما اصلاحات بسیار عمیقی رو نیازمند هستیم تا از این مسئله بیرون بیاییم. حالا فکر میکنین حمله با چنین بزرگی در پیشاور پاکستان، اونم بر مدرسه‌ای که زیر حمایت ارتش پاکستان است، نشان دهنده ضعف درونی در ارتش و ساختارهای استخباراتی پاکستان است یا قوت گرفتن گروه‌های مثل طالبان پاکستانی؟ خب به نظر من اینقدر سیاه و سفید نیست موضوع. ما میدونیم که مسئله پیچیده است، عمیق هست و در سراسر دنیا هر جایی که ما با مسئله تروریسم روبرو هستیم میدونیم که در آنجا چه شرایطی هست. آنچه که در الان بوکو حرام در کشور نیجریه انجام میدهد، آنچه که در افغانستان صورت میگیرد، آنچه که در عراق صورت میگیرد، آنچه که در سوریه داره در حال یعنی شکل گیری است، وضعیتی که در عراق هست، شما همه این چیزها رو اگر نگاه کنید متوجه میشیم که مسئله اختصاصا به پاکستان ربطی نداره، در حالی که مسئله بسیار پیچیده تر، گسترده تر و در سطح جهانی است و برای مبارزه با این هم یک نوع هماهنگی جهانی نیازمند هستیم. ولی این در حالی است که خود پاکستان متهم است به این که هراس افغانان را در خاکش پناه داده و از این گروه ها حمایت میکنه. اینجا کار قدر متفاوت است از آنچه در کشورهای دیگر میگذره و دولت‌های دیگر. خب در این حال علارغم این که این اتهام رو به پاکستان هست و ممکن است در این صداقت هم داشته باشیم، منتها بحث این است که الان خود پاکستان هدف این است، خود نیروهای امنیتی پاکستان هدف این هستند. خب الان موضوع به نظر نسبت به گذشته متفاوت شده است. البته در کنار ما یه چیز دیگری رو نباید فراموش کنیم، طالبان ضد پاکستان، کسانی که الان در مرسوم تحریک طالبان پاکستان که الان در پاکستان مسئولیت چنین عملیات رو به عهده میگیرد، رهبرش ملا اسمشون رهبر طالبان ملا فضل الله هستش و گفته می شود که ایشون همکنون در افغانستان به سر میبرد. حالا این اطلاعات تا چه اندازه صداقت دارد من نمیدونم. همچنین از اون طرف اگه شما نگاه کنید، گروه حقانی که در افغانستان عملیات انجام میداد، افغانستان پاکستان رو متهم میکند، پاکستان افغانستان رو به این مسئله متهم میکند که ملا فضل الله در افغانستان است و همچنین یعنی یک نوع جنگ غیر مستقیم دو کشور هم اینجا ما میتونیم اونو مشاهده کنیم، یک جنگ واسطه‌ای یا میتونیم بگیم که احزاب یا گروه های تروریستی، بهتر است بگیم گروه های تروریستی که در دو کشور وجود دارن، نه فقط
خود داخل این کشور و فضای امنیت داخل این کشور رو مورد هدف قرار میدن، در این حال تأثیرشون بر روابط دو کشور هم بسیار بسیار عمیق است. خب این موضوع همچنان که امروز من داشتم پیگیری میکردم، رئیس جمهور افغانستان ایشون محکوم کردن و ایشون هم میفهمند که موضوع در پاکستان به چه شکلی است و در افغانستان به چه شکلی. همچنین نخست وزیر پاکستان هم که امروز این مسئله رو محکوم کرده است، ایشون هم میفهمند. به نظر من به جای اینکه اگر هر دو کشور همون مثل سابق به همدیگر اتهام وارد کنند، ما به جایی نخواهیم رسید. در واقع حقیقت این است که اگر الان ما کنار هم ننشستیم، گرد هم نیومدیم و مسئله رو نه از دید یک کشور خاصی بلکه در سطح منطقه و در سطح انسانی اگه نگاه نکردیم، عواقبش نه فقط پاکستان و افغانستان، کشور دیگر هم خواهند دید. به نظر من با آقای امدانی فکر میکنین که این عمله آیا روی کرده رهبران اسلام آباد را در مبارزه با تروریسم تغییر خواهد داد؟ واقعا جدیتر عمل خواهند کرد این بار در برابر تروریسم بین المللی؟ به نظر من کار به جای رسیده است که الان نمیتوان از این یعنی چشم پوشی کرد. مسئله اینقدر پیچیده شده و کار به جای رسیده که الان خود ارتش هم هدفش است. کودکان، زنان، کسی از طبقه جامعه نیست که به نوعی از این متاثر نشده باشه. کسی از این در این کشور وجود نداره که به نوعی ضربه از این فضا ندیده باشه، یا ضربه روحی یا ضربه جسمی یا از نظر مالی یا از نظر خوب مراکز آموزشی که خوب کسانی که آینده این کشور را تشکیل میدن. اگر من نمیدونم که در داخل دولت پاکستان الان چه فکری است، خود ارتش چه فکر میکنه، من مستقیما با اونا ارتباطی ندارم. منتها من احساس میکنم که اگر موضوع رو جدیتر نگرفتیم، ضررش نه فقط متوجه پاکستان است بلکه سطح منطقه خواهد بود. و در این حال چیز دیگری است که عملیات نظامی من همچنین که عرض کردم بخشی از موضوع رو تشکیل میدن. در کنارش ما نیاز به این داریم که نظام آموزش خودمون رو مورد بازبینی قرار بدیم، سیستم آموزش رو ببینیم، چه چیزایی رو ما در 3 سال اخیر به مردم درس دادیم، چه نسلی رو ما بیرون دادیم و چه افرادی رو ما داریم تربیت میکنیم. خیلی مهم است. همه اینا نیاز به بازبینی، بررسی و یک برنامه دراز مدت نیاز داره. سپاسگزار از شما جواد همدانی، استاد دانشگاه از اسلام آباد. رئیس جمهور غنی در سفری بر ولایت پکتیکا به مردم اطمینان می‌دهد که در کشور صلح تامین خواهد شد. آقای غنی می‌گوید که با کمک مردم صلح پایدار را در کشور تامین خواهد کرد و حملات غیر انسانی و غیر اسلامی مانع رسیدن به صلح نخواهد شد. آقای غنی به مردم پکتیکا تعهد می‌کند که در رهبری این ولایت اصلاحات خواهد آورد. پس از کشته و زخمی شدن بیش از 100 تن در یک حمله انتحاری در ولسوالی یحیاخیل پکتیکا، رئیس جمهور غنی به این ولایت سفر کرد. آقای غنی به مردم اطمینان می‌دهد که در همکاری با مردم، علما و فعالان جامعه مدنی صلح را در کشور تامین خواهد کرد. دا وطن بل سولینم زوند سیکون. نو اول دی باند خلپوسی چه با غیر انسانی او غیر اسلامی اعمالو مکسول تنسی مجبوره ولی. نو چوک چه افغان ده، چوک چه مسلمان ده، ایموک بچی ده نوزن. ایموک ده بچه پا وزلو بانده ایما اراده نکمیگی. لکه چه ده یو یا یا خیل ده مشرانو اراده نده کمسوی. پایتخت و بیشتر ولایت‌ها در روزهای اخیر گواه حمله‌های بی‌پیشینه مخالفان مسلح بوده‌اند. اما رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد که اجازه جنگ نیابتی در کشور را نخواهد داد. دیای اخیل دی میړنو او دی ټول پکتیاوال او ټول افغانانو پیغام ورک. موږ د چا د جنگ میدان نه یو، چا ته د نیابتي جنگ اجازه نه ورکو. همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به پکتیکا، شماره از باشندگان این ولایت راهپیمایی اعتراض‌آمیز کردند. اعتراض کنندگان خواهان اصلاحات در رهبری این ولایت هستند. رئیس جمهور غنی در پاسخ به خواسته های باشندگان این ولایت تاکید کرد که در رهبری پکتیکا تغییرات جدی را ایجاد خواهد کرد و نیز پکتیکا را به یکی از ولایت های ترانزیتی مبدل خواهد کرد.
هیئت ناظران اتحادیه اروپا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را برای ناظران این اتحادیه یک خواب وحشتناک می‌خواند. رئیس این هیئت می‌گوید که از انتخابات با این پیمانه تقلب خوشنود نیست، اما امیدوار است که در انتخابات بعدی به خواست و آرای مردم حرمت گذاشته شود. هیئت ناظران اتحادیه اروپا آخرین یافته‌هایش را درباره انتخابات افغانستان اعلام کرد. رئیس این هیئت در آخرین نشست خبریش خوان اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی افغانستان شد. هیئت ناظران انتخابات اتحادیه اروپا هرچند ایجاد حکومت وحدت ملی را بهترین گزینه برای افغانستان می داند، اما از چگونگی انتخابات ریاست جمهوری خوشنود به نظر نمی رسد و آن را خواب وحشتناکی برای ناظران می داند. شما گواهی انتخابات بودید، با شرکت در انتخابات خطر بزرگ را پذیرفتید، روند بازرسی را هم گواه بودید و دیدید که شماری از رای ها باطل شدند. 1.8 میلیون رای باطل شدند، اما فکر میکنیم که بیشتر از این هم قرار بود باطل شود. زمانی که تقلب به این پیمانه بزرگ باشد، نمیتوان از این انتخابات خوشنود بود، و زمانی که چنین رویداد رخ میدهد، برای هر ناظر میتواند خواب وحشتناکی باشد. امیدوار هستم انتخابات بعدی به خواست مردم بیشتر حرمت گذارد. رئیس هیئت ناظران اتحادیه اروپا میگوید تا هنگامی که تقلب کاران مجازات نشوند، هیچ اصلاحات انتخاباتی اثرگذار نخواهد بود. با کسانی که تقلب کردند باید برخورد قانونی شود، زیرا تا هنگامی که مسئولیت قضایی وجود داشته باشد، بهترین راهکارهای انتخاباتی هم نمیتواند مانع تقلب شوند. نگهداری اعتبار و بی‌طرفی کمیسیون‌های انتخاباتی، آوردن اصلاحات بنیادی در نهادهای انتخاباتی، مجازات تقلبکاران انتخاباتی و کسانی که به تقلب متهم هستند، ثبت نام‌های رای دهندگان بر بنیاد شناسنامه‌های برقی و ایجاد یک راهکار پژوهشی درباره فساد انتخاباتی از پیشنهادهای مهم هیئت ناظران اتحادیه اروپا به حکومت افغانستان هستند. در همین حال با گذشت نزدیک به 80 روز از کار حکومت وحدت ملی، تا هنوز هیچ نشانه ای از آمدن اصلاحات در ساختار کمیسیون های انتخاباتی دیده نمی شود. نهادهای ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری با ابراز نگرانی از این کار می گویند که حکومت وحدت ملی تا اکنون تعهداتش را برای آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی عملی نکرده است. قاری امان‌الدین والی نامنهاد طالبان با 9 طالب دیگر در ولایت بدخشان کشته شدند. منابع امنیتی میگویند که این افراد در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی کشور شام امروز در بخش‌های از ولایت بدخشان کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا افغانستان را هنوز هم یک جای خطرناک می‌داند. باراک اوباما میگوید که آمریکا کارهای بیشتری در افغانستان انجام خواهد داد، زیرا این کشور هنوز هم یک جای خطرناک است. باراک اوباما از هزاران سرباز بازگشته از جنگ افغانستان در یک پایگاه نظامی در ایالت نیوجرسی استقبال کرد. اوباما میگوید که در نتیجه فداکاری های این سربازان، امریکاییان اکنون آزادی و امنیت بهتر را احساس میکنند. اما وی میافزاید که پایان ماموریت جنگی امریکا در افغانستان به معنای پایان کار در این کشور نیست. The transition that we're making in Afghanistan will be complete. تا 2 هفته آینده روند انتقال در افغانستان پایان خواهد یافت. نیروهای امنیتی افغان مسئولیت امنیتشان را به گونه کامل خواهند گرفت و پس از 13 سال ماموریت جنگی مان پایان خواهد یافت. اما این به معنای این نیست که همه چیز در افغانستان خوب است. رئیس جمهوری ایالات متحده میپذیرد که هنوز هم بازمانده های القاعده در افغانستان تهدید به شمار می روند و پنتاگون برای دنبال کردن این بازمانده ها و نگهداری دستاوردهای 13 سال گذشته عملیات ضد هراس افغانی را در این کشور ادامه خواهد داد. حتی در صورتی که ما ماموریت جنگی من را پایان می دهیم، تعهد من به افغانستان ماندگار است. ما با یک حضور نظامی محدود ادامه خواهیم داد، زیرا ما ناگزیر هستیم آموزش و تجهیز نیروهای افغان را ادامه دهیم و عملیات ضد هراس افغانی را انجام دهیم.
رئیس جمهوری آمریکا پایان ماموریت جنگی این کشور را در افغانستان نقطه عطف می‌داند، زیرا به گفته اوباما هنگامی که وی در سال 2009 میلادی به کاخ سفید رسید 180 هزار سرباز آمریکایی در عراق و افغانستان حضور داشتند و تا پایان همین ماه شمار آنان به کمتر از 15 هزار سرباز خواهد رسید. تا لحظات دیگر. 2014 سال خطرناک برای کار خبرنگاری در جهان. باز هم خوش آمدید. 66 خبرنگار در سال روان میلادی در سراسر جهان کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارشش می نگارد که 119 خبرنگار نیز در سال روان ربوده شدند و 40 خبرنگار دیگر هنوز گروگانند. 2014 از مرگبارترین سالها برای خبرنگاران. گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی مطبوعات نشان می‌دهد که 66 خبرنگار در سال روان میلادی در سراسر جهان هنگام ایفای وظیفه جان باختند، 119 تن روبوده شدند و 40 خبرنگار نیز در گروگان به سر می‌برند. بر بنیاد این گزارش در یک دهه پسین 720 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند. در سال 2014 همه سربریدن های خبرنگاران امریکایی را به یاد خواهند داشت، اما در سراسر جهان 66 خبرنگار انگام ایفای وظیفه جان باختند. یعنی در 10 سال پسین 720 خبرنگار در سراسر جهان انگام ایفای وظیفه کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش تازه اش را در کانتینر جلوی برج ایفل در شهر پاریس نشر کرده است تا نشان دهد که شماری از خبرنگاران در شماری از کشورها در کانتینرها زندانی هستند. این کانتینر وضعیت خبرنگاران بازداشت شده را نشان می دهد. اریترا از بحر آزادی مطبوعات در پایین فهرست جهان قرار دارد، جایی که 30 خبرنگار در اردوگاه های دارای کانتینرها زندانی هستند و در آنجا شکنجه می شوند. 10,000 زندانی سیاسی نیز در این کشور در زندان هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز سوریه، سرزمین های فلسطینی، اوکراین، عراق و لیبیا را به ترتیب بدترین کشورها برای خبرنگاران در جهان می داند. نسخه نخستین فیلم نامه جدید جیمز باند از سوی اکرها به سرقت رفت. تهیه کنندگان اسپکتر که نام فیلم تازه جیمز باند است می گویند که هکرها با حمله سایبری به شرکت سونی پیکچرز در ماه نوامبر این فیلم نامه را دزدیدند. تصویر برداری فیلم اسپکتر ماه پیش آغاز شد و قرار است در خزانه سال آینده به نمایش عمومی برود. تا لحظات دیگر. افغانستان نقطه وصل خط آهن چین به ایران. باز هم خوش آمدید و بزرگترین بخش خط آهن چین تا ایران از افغانستان خواهد گذشت. بر بنیاد تفاهم نامه‌ای که میان چین، قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران به امضا رسیده، یک خط آهن ترانزیتی از چین تا ایران ایجاد می شود که بخش بزرگ این خط آهن از 6 ولایت افغانستان می گذرد. و نگاهی دیگر به چند خبر. در حمله گروهی طالبان پاکستانی بر یک مکتب زیر اداره ارتش پاکستان در پشاور 141 تن کشته و 250 تن دیگر زخم برداشتند. هیئت ناظران اتحادیه اروپا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را پر از تقلب و یک خواب وحشتناک برای ناظرانش خواند. و نسخه نخستین فیلم نامه جدید جیمز باند از سوی هکرها به سرقت رفت. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.